Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشید. مجدی زراعتکار هستم، مدرس زبان اسپانیایی از مؤسسه هفت هنر. جلسه 20 هست، جلسه آخر از دومین پکیج زبان اسپانیایی. این جلسه میخوایم در مورد زمان آینده صحبت کنیم. با ما همراه باشید. El futuro cercano، آینده نزدیک. خب در زبان اسپانیایی آینده نزدیک یکی از پرکاربردترین افعال هست. چجوری ساخته میشه؟ از فعل ایر استفاده میکنیم، یعنی رفتن، به همراه آ که حرف اضافهش هست، و بربو اینفینیتیو، یعنی فعل مصدر. فعل ایر رو چجوری صرف می کردیم؟ بوی، باس، با، باموس، بایس، بان. و بعد حرف اضافه آ رو داریم و بعد مصدر فعل. برای مثال بوی اوی اخر، سفر می کنم، می خوام سفر کنم. یک قصد و برنامه‌ای هست که دارید. باسا کومر، میخوای بخوری. باسا لیر، میخواد بیرون بره. تنها قسمتی که عوض میشه قسمت فعل ایر هست، یعنی رفتن، که برای هر شخص عوض میشه. قسمت ا و فعل اینفینیتیو یا فعل مصدر عوض نمیشه. خب چند تا مثال رو با هم کار میکنیم. جمله رو میگم، بهتون زمان میدم و بعد ترجمه میکنیم با هم. این تابستان به هند سفر میکنم، یا میخوام به هند سفر کنم. Voy a viajar a India este verano. Voy a viajar. جمله بعد، امشب بیرون نمیرم. Esta noche no voy a salir. جمله منفی هست. در رستوران چی میخوری؟ ¿Qué vas a comer en el restaurante? جمله سوالی هست اینجا. خب دومین نوع از زمان آینده رو با هم بررسی میکنیم. زمان آینده ساده، فوتورو سیمپله. البته این نکته رو تو ذهنتون داشته باشین که خیلی زمان آینده ساده کاربرد نداره. استفاده میشه، اما بیشتر اوقات برای استفاده و صحبت در مورد برنامه هایی که برای آینده دارین از زمان حال ساده استفاده میکنیم. درست مثل فارسی. به جایی که بگین فردا به نمیدونم تهران خواهم رفت، میگیم فردا به تهران میرم. از زمان حال ساده استفاده میکنیم. با این حال این زمان رو باید یاد بگیرید. El futuro simple، آینده ساده، یا futuro imperfecto هم گاهی وقتا بهش میگن. خب برای صرف افعال با قاعده در زمان آینده ساده دیگه انتهای فعل رو حذف نمی کنیم. فقط باید شناسه ها رو به فعل اضافه کنیم. برای مثال فعل ابلار که داشتیم هیچ جاشو حذف نمی کنیم، فقط شناسه ها رو بهش اضافه می کنیم. شناسه ها ا، اس، ا، اموس، ایس، آن هستن. مثلا ابلاره یعنی صحبت خواهم کرد. ابلاراس صحبت خواهی کرد. ابلارا صحبت خواهد کرد، یا شما صحبت خواهی کرد. Hablaremos صحبت خواهیم کرد. Hablaréis صحبت خواهید کرد. و hablarán صحبت خواهند کرد، یا شما صحبت خواهید کرد. یه فعل گروه دوم هم مثال میزنیم. comer معنی خوردن. comeré، comerás، comerá، comeremos، comeréis، comerán. و یه فعل گروه سوم escribir.
escribiré, escribirás, escribirá, escribiremos, escribiréis, escribirán. همطور که میبینی شناسه ها در زمان آینده ساده توی تمام سه گروه مثل همان. هیچ فرقی با هم نمی کنن. خب سه تا فعل رو با هم بررسی میکنیم در زمان آینده ساده. فعل ترابخار به معنی کار کردن. ترابخاره، ترابخاراست، ترابخارا، ترابخاریموس، ترابخاریست، ترابخاران. لئر به معنی درس خواندن. لئره، لئراست، لئرا، لئرموس، لئریست، لئران. بیبیر به معنی زندگی کردن. بیبیره، بیبیراس، بیبیرا، بیبیرموس، بیبیریس، بیبیران. دقت کنید که تمام اشخاص فعلشون تیله میگیره به جز حالت نوسوتروس، نوسوتراس تیله نمیگیره. خب چند تا نکته وجود داره. خب یه نکته وجود داره اینکه یه تعداد فعل بیقاعده هم هستش در زمان آینده ساده که تفاوت اندکی به وجود میاد درشون. برای مثال آثر میشه آره. فقط حالت یو اول شخص رو می نویسم چون که از حالت یو به بعد دیگه شناسه ها رو فقط باید اضافه کنیم. میشه آره، آراس، آرا، آرموس، آریس، آران. آره انجام خواهم داد. دفیر به معنی گفتن. دیره یعنی خواهم گفت. سالیر به معنی بیرون رفتن. سالدره بیرون خواهم رفت. کرر به معنی خواستن. کرره خواهم خواست. تنر به معنی داشتن. تندره خواهم داشت. صبر به معنی دانستن. صبره خواهم دانست. پدر به معنی توانستن. پدره خواهم توانست. پونر به معنی گذاشتن. پندره خواهم گذاشت. بلر به معنی قیمت داشتن، ارزش داشتن. بلدره ارزش خواهم داشت. بنیر به معنی آمدن. بندره خواهم آمد. کابر به معنی جا شدن، جا گرفتن. یعنی کبره یعنی جا خواهم گرفت. و ابر هم به معنی وجود داشتن، هم یه نوع فعل کمکیه که خوندیمش توی زمانه گذشته نقلی ازش استفاده کردیم و بیشتر هم به عنوان فعل کمکی استفاده میشه. ابره توی فعلای کمکی به عنوان فعل کمکی اضافه میشه. اما ابرا یعنی حالت سوم شخصش میتونیم به عنوان وجود داشتن معنیش کنیم. خب یه سری قیدای زمانی مشخصی هم برای زمان آینده، آینده ساده میتونیم استفاده کنیم. قیدایی که اشاره به زمان آینده دارن. مثلا مانیانا فردا. المس که بینه یعنی ماهی که میاد. دقیقا بینه از فعل بنیره آمدن. المس که بینه ماهی که میاد یعنی ماه آینده. الانیو که بینه سال آینده یا سالی که میاد. لسمانه که بینه هفته آینده، هفته ای که داره میاد. الپروکسیمو مس این هم یعنی ماه آینده. پروکسیمو هم به معنی آینده است. الپروکسیمو لونس دوشنبه آینده. حالا میتونین بقیه روزهای هفته رو هم اضافه کنین اینجا. و پروکسیمو چون که صفت هست میتونه حالت آ هم بگیره. لا پروکسیما سمانا هفته آینده. لا پروکسیما سسیون جلسه آینده. خب دوستان میخواییم چند تا مثال کار کنیم در مورد زمان آینده ساده. جمله فارسی رو بهتون میدم.
توی ذهنتون به اسپانیایی ترجمه کنیم و بعد با همدیگه چکش میکنیم. جمله اول، هفته آینده با چند تا از دوستان شام خواهیم خورد. Cenaremos con unos amigos la próxima semana. جمله دوم، سال آینده به چین سفر خواهم کرد. El año que viene viajaré a China. و جمله آخرمون، به هیچ کس چیزی نخواهم گفت. No diré nada a nadie. خب دوستان، جلسه 20 جلسه آخر از آموزش زبان اسپانیایی کاربردی هم به پایان رسید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. منتظر پکیج های بعدی ما باشید. به زودی همدیگر میبینیم. Hasta pronto!